علی حسین قاضی زاده همکارم اینجا در استودیو همراه ما هستن تا بیشتر به همین اخبار بپردازیم آقای قاضی زاده بیشتر نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های امروز مولوی عبدالحمید که در صحبتاش اشاره کرد به همه پرسی و اینکه مردم اگر حکومت دینی نمیخوان باید به خواسته مردم تن داد این صحبت‌ها از جانب مولوی عبدالحمید رو شما چطور می‌بینید می‌تونیم بگیم که صحبت‌های بی‌نظیری بود بله البته جای تعجبی هم نداره این نتیجه انقلاب محساس این نتیجه در واقع جنبش تاریخ ایران هست که همه اجزاء جامعه رو برای اینکه در واقع عقب نمونن از خواسته مردم داره با خودش هماهنگ میکنه در سایر نقاط دنیا در تاریخ هم همین گونه بوده مراجع و نمایندگان دین هر وقت احساس میکردن که مردم دارن از روی اونها رد میشن سعی کردن خودشون رو با مردم هماهنگ بکنن تا دا حد در جریان این حوادث نشن تعجب نداره اگر آقای عبدالحمید داره مواضع خودش رو به نسبت نیازهای امروز جامعه تغییر میده چیزی که تعجب داره سکوت علمای شیعه است حوزه علمی قم و سایر علمای روحانیت شیعه به حدی بهره مند شدن از این سیستم سرکوبگر به حدی منافعشون در تداوم جمهوری اسلامی با همین هیئت کنونی هست که در واقع شهامت گذر کرده از اون رو ندارن و موج این انقلاب به درستی روحانیت شیعه رو هدف گرفته و گرنه یعنی آقای عبدالحمید کاری داره میکنه که باید انجام بده عقلانی ترین تصمیمی هست که یک نماینده دین در این مقطع میتونه بکنه میگه که من با شما همراه میشم اگر شما این حکومت رو نمیخواهید خب ما با شما کنار شما قرار میگیریم برای گذاشتن از حکومت مولوی عبدالحمید همینطور در صحبتهاش به بحث مولدسازی سازی هم اشاره کرد و گفتش که فروش اموال مردم به اسم مولدسازی سازی در حقیقت خیانت هست به اموال مردم این صحبتات فکر می‌کنید که چه تأثیری داشته باشه برای مردم ایران به خصوص جامعه سیستان و بلوچستان بله این که واقعیت داره یعنی جمهوری اسلامی در تنگنای قرار گرفته که داره اموال مردم رو میفروشه تا با اون هزینه های جاری دولت رو در واقع تامین بکنه این احمقانه ترین تصمیمی هست که یک حکومت میتونه بگیره ولی حتی اگر بنا به ضرورت های یک حکومتی نیازمند چنین تصمیمی هم بشه حکومتی میتونه این کار رو انجام بده که پشتوانه مردمی قابل توجهی داره جامعه در واقع مقبولیت کافی حکومت داره که بتونه چنین تصمیمی در واقع خطرناکی رو اتخاذ بکنه نه حکومت جمهوری که همه پایه های مشروعیتش الان در واقع متزلزل شده آقای عبدالحمید اتفاقا سخنانش هم درست هست و هم تاثیر متقابلی رو پایه رای خودش در منطقه میذاره به خاطر اینکه مردم هر چقدر در مقابل این تصمیم ویرانگر حکومت آگاه بشن و هر چقدر علیه اون موضع گیری بکنن اتفاقا این چوب حراج زدن بر اموال مردم رو در حکومت سختتر خواهد کرد و چقدر خوبه که اتفاقا آدم دیگری هم ورود بکنن کسانی که سخنانشون از جامعه شنیده میشه و مردم رو آگاه بکنن که در این اوضاع و بلوشو و فضای انقلاب برای سرنگونی حواسشون باشه که چه این تصمیم خطرناکی رو حکومت نگیره و به موقع واکنش های مناسب نشون بده. مشکرم از توضیحاتتون علی حسین قاضی اینجا در استودیو با ما بودیم.